آقای بلدی میکروفونتون رو باز. بله بله، با سلام به خدمت دوستان عزیز، با آرزوی سلامتی برای یکایک شما عزیزان. اخبار البته مفید و درست و خانم مرادی عزیز فرمودم. من فقط یکی دو تا نقطه اشاره میکنم. یکی مسئله این بود که شاید در طول 43 سال گذشته با تمام تمهیدات رژیم، با تمام وعده های رژیم، با تمام بسیج رژیم، هیچ به اصطلاح راهپیمایی مانند دیروز کم جمعیت نبود و خلوت نبود، به طوری که حتی خود رژیم هم از این مسئله به هر حال بسیار ناراحت و نگران بود. و این نشانگر به هر حال رویگردانی مردم از انقلاب است. و افزون بر اون هم نه به طور جمعی، حتی به طور فردی، چه زنها، چه جوانها، چه مردان در خیابانها و در بازارها و در جاهایی که بسیار جمعیت وجود داشت شعارهایی بر علیه رژیم میدادن و همچنین با درخواست عده‌ای از هموطنان مراسم به اصطلاح برای ایجاد به اصطلاح اتحاد و یگانگی قرار بود که قابلمه‌ها به صدا در بیاد به عنوان نشان این که قابلمه‌ها خالیه. هرچند به هر حال با استقبال عامی مواجه نشد، عمومی نشد، ولی به هر حال تکلیف‌هایی از قبل اون به شنیده شد. در مورد مسئله دیگه، این که متاسفانه همینطوری که همه ما می‌دانیم و خانم مرادی هم اشاره کردن، خشونت در جامعه ما داره نهادینه میشه و سر بریدن یک دختر 17 ساله، یک زن 17 ساله و همچنین گرداندن سرش، بریدش در خیابان‌ها که واقعا یک صحنه خوشمز کننده و دهشتناکی هست، ولی متاسفانه ناشی از این هست که جامعه ما بسیار بسیار خشونت درش وجود داره، خشونت درش نهادینه شده و از یک سو مرد سالاری هم به هر حال بر این مسائل می افزاید. مسئله دیگه این که از خشونت هم بازم بگم که در شهر کرمانشاه زنی با هفت‌تیر 6 گلوله به سینه همسرش خالی کرده و در ملأ عام اونو به قتل رسانده. اینکه این هفت‌تیرها از کجا میاد، این نسل‌ها از کجا میاد، این خشونت‌ها از کجا میاد، تمام اینها همش عامل اصلیش رژیم، خود رژیم هست که باعث و بانی تمامی این جنایات و این بدبختی‌هایی است که به سر مردم میاد. من اخبار دیگه به نظرم نمیرسه. سپاسگزارم از شما. سپاس آقای بلدی عزیز. اجازه بدید از درود مجدد بگم به عزیزانی که با ما پیوستن برنامه ما، تا عرض کنم که یک ساعت آینده ادامه خواهد داشت برنامه در شبکه‌های مختلف گذار، رسانه‌های مختلف گذار در واقع بازپخش میشه به صورت اقتطاع شده پس از سکوتا در سایت گذار، در یوتیوب گذار، تلگرام گذار، فیسبوک گذار و توییتر گذار. دوستان در اونجا میتونن ببینند. همچنین پخش زنده آن، بازپخش زنده آن در کلاب‌هاوس خواهد بود. ما سعی میکنیم روایت دست اول رو از آنچه که گذشت و آنچه که بر سر ما آمده است بررسی کنیم تا از تکرار فاجعه برآمدن نوع جدیدی از استبداد را که میتواند بسیار خطرناکتر باشد از هر استبداد دیگری، چون به وسائل جدید مجهز است. به همین دلیل نیز میبینیم که دیگر کمتر کسی است که از استبداد موجود طرفداری کند، حتی شخص علی خامنه‌ای. و اگر گرچه با آن زبونی خاص خویش همه را به گردن دولت ها میاندازد و زهی بیشرمی تمام تصمیمات کلان، کنترل بخش عظیمی از ثروت ملی ایران در اختیار شخص او و سرباران فاسد اوست و آن وقت خود را در قالب اپوزیسیون انتقاد می کند. زهی بیشرمی. اجازه بدید از سینای عزیز دعوت کنم به عنوان از اساتید انسانشناسی و از انسانهای مترقی و مدرن آمریکا، فرزند
واقعی مردم ایران، ببینیم در آمریکا چه می‌گذرد، چون می‌دانیم که آمریکا به عنوان یک دولت مقتدر با همه فراز و نشیب‌ها چه تأثیراتی دارد و چه این روزها چه اندازه در رابطه با مسائلی نظیر برجام و خروج از برجام و به اصطلاح رفت تحریم‌ها نقش دارد. ولی بیشتر بپردازیم با این چی که در خود آمریکا در جریانات دست راستی و جامعه آمریکا می‌گذرد. آقای سیناری عزیزم با سپاس و درود به همه شما دوستان عزیزان. من همونطوری که میدونی خب درادت دارم به همه تون و ولی تک تک دیگه دست نمیبرم، میدونید که من همه تون خیلی دوست دارم و همونطور که شما فرمودین من خب کارم جهانی شدنه، مطالعاتم در مورد جهانی شدنه و گلوبالیزیشن و همونطور که همه در جریان هستن خب آمریکا به هر حال به عنوان یک ابرقدرت دنیا از نظر نظامی اقتصادی و ژئوپلیتیکی خیلی از کارهایی که میکنه و شاید خیلی از کارهایی که نمیکنه در سطح جهان تاثیر میذاره. الان آمریکا از دو جهت نگاه میکنن، یکی از نظر داخلی و سیستم سیاسی داخلی آمریکا که ممکنه منجر به روی کار اومدن نه فقط ریپابلیکن ها و نه فقط یعنی جمهوری خواه ها که یک دسته خیلی دوگم قسمت جمهوری خواه، یک قسمتی که تقریبا میشه گفت به اعتماد میشه گفت که تفکرات فاشیستی و ضد دموکراتیک دارن. obviously خیلی وقتا خب اینو شخصا علنا عنوان نمی کنن به خاطر اینکه خیلی وقتا خود حتی کسایی واقعا فاشیست هم خیلی وقتا سعی میکنن حرفشون رو به لفافه آزادی و آزاد بودن و نمیدونم حق و اینا به پیوند بچسبونن و یک قسمتی از حزب جمهوری خواه آمریکا که متاسفانه به شدت غیر دموکراتیک و فاشیستی هست داره سعی میکنه قدرت رو به طور غیر دموکراتیک به دست بگیره. متاسفانه به خاطر اینکه دموکراسی در وجودش اونقدر باز و اونقدر قابل قبول کردن دیگران هست که اجازه میده حتی کسایی که شاید آدمهای دموکراتی نباشن بیان و در به قول معروف ورشه حکومت و سیاست عمل بکنن. متاسفانه یه سری از اون آدم‌ها دارن سوء استفاده می‌کنن از سیستم انتخاباتی آمریکا که سیستم ایالتی هست و از سیستم نقشه گذاری آمریکا طوری که محدودهای انتخاباتی مشخص میشن رو دارن تحت تاثیر قرار میدن و این ممکنه به شدت به ضرر دموکرات‌ها و بایدن تموم بشه. از نظر بین‌المللی همونطوری که می‌دونین الان روسیه و آمریکا دارن علناً در سطح بین‌المللی برای همدیگه شاخصونه می‌کشن. الانی که من با شما دارم صحبت میکنم امروزی که فوریه 12 فوریه هست همین 5 دقیقه پیش با 5 دقیقه پیش دقیقاً کاخ سفید متن مکالمه بایدن و پوتین رو در وبسایت کاخ سفید گذاشته و البته کلمه به کلمه‌اش رو نذاشتن، به قول معروف رپورت شده، گزارش این صحبت منتشر شده و اینکه بایدن برای پوتین نقشه خط و نشون کشیده که اگر روسیه بخواد کاری در مورد اوکراین انجام بده به شدت با حملات اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی آمریکا مواجه خواهد شد. بایدن کوتاه یعنی به قول آمریکا میگن شورت آف تهدید کردن روسیه به حمله نظامی تا اونجا دیگه نرفت، یعنی تهدید نظامی نکرده ولی به پوتین گفته که اگر روسیه بخواد حرکتی بر ضد اوکراین انجام بده قیمت بزرگی رو پرداخت خواهد کرد، بیشترین امفسایس و بیشترین تمرکز روی قضیه اقتصادی الان، ولی خب خیلی هم میدونن که اونایی دوستانی که در جریانن قیمت نفت به شدت بالا خواهد رفت اگر اتفاق بیفته، همین الان بورس سهام به شدت پایین اومده، از نظر اقتصادی خیلی ها دارن بایدن رو مقصر میدونن که خیلی وقتا مقصر نیست، واقعا سیستم اقتصادی نظامی سیستم اقتصادی سیاسی آمریکا واقعا به رئیس جمهور اجازه نمیده که مثلا رهبر ایران یا مثلا رهبر نمیدونم یه کشوری که دموکراتیک نیست بر هر کاری داره بخواد بکنه، واقعا اینه که یه کارایی میتونه انجام بده یه کارایی هم نمیتونه انجام بده.
متاسفانه یک این قضیه اوکراین و این قضیه کووید که منجر به یک پایین اومدن اقتصادی در آمریکا شده خیلی ها رو ناامید کرده از این دولت، در حالی که من همونطور که گفتم خیلی هاش تقصیر آدم نیست، شاید یه سری تقصیر این باشه. قضیه افغانستان خیلی برای بایدن متاسفانه تا الان بعد تموم شده، متاسفانه خیلی ها اینو مد نظر ندارن که تمام مذاکرات قضیه افغانستان و بیرون اومدن و رفتن اینا رو ترامپ نگوشیه کرد و مذاکره کرد با طالبان، بایدن کاری نکرد. بایدن تنها کاری که کرد بعد از اینکه اومد این بود که گفت همونطوری که ترامپ مذاکره کرده بود من هم قول میدم که حمله نکنم به هیچ کسی از طالبان، به خاطر اینکه نمیخواستن جنگ شروع بشه. گفته بودن طالبان به دولت ترامپ که اگر آمریکا از افغانستان با یه تاریخ که خارج نشه اونا شروع میکنن سربازای آمریکا، یعنی جنگ شروع میکنن. بایدن هم گفت نمیخواد. این چند تایی که با هم جمع میکنیم، پندمیک یعنی کووید، قضیه اقتصادی بیرون، مشکلات خارجی که داره به خصوص سر روسیه و افغانستان، و اینکه از نظر داخلی جمهوری خواها کمر به این بستن که به هر قیمتی از قدرت رو بگیرن، یک موقعیتی رو به وجود آوردی که برای آدمای مثل من، به قول معروف من شاخدام داره میجام به همش که چه اتفاقی ممکنه میفته، چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه واقعا میشه پیش بینی کرد که حزب جمهوری خواه انتخابات آینده رو به احتمال خیلی خیلی زیاد نخواهد پذیرفت. این چیزی بود که فعلا در حال حاضر اتفاق میفته. obviously خبرهای کوتاه و دونه دونه هست، ولی دیگه شما رو بیشتر سرتون در نمیارن با اونا. اینا اتفاقات کلی بود که فعلا در حال حاضر داره میفته. اگر سوالی بود یا اگر احتیاجی بود که بیشتر توضیح بدم در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از وقتی که من دادین. مثلا سپاس از شما آقای سینای عزیز. اجازه بدید که از بهمن بامداد عزیز دعوت کنم که اگر نگاهی داشته باشن بر اخباری که هفته گذشته که ما اون رو پوشش نداده باشیم، دوستان عزیز پوشش نداده باشن. آقای بهمن عزیزم کوتاه بفرمایید تا بخش دوم رو آغاز بکنید بعد از صحبت شما. بفرمایید. سپاسگزارم جناب بدی. درود میفرستم به همه عزیزان و در صدام خوب پخش بشه. خسته نباشید میگم به همه، خوشحالم که اینجا هستم و دوباره از اینجا رو میبینم. احوال به طور کامل دوستان اشاره کردن، فقط یکی دو مورد به نظر من وسط مفهوم مایلم به اونها اشاره بکنم. اینکه باند هایی که در ترکیه، در حقیقت باند های تروریستی که در ترکیه تاکید میکنم باند ها رو رفتن، دوتا بوده، یعنی دوتا جریان بوده. یکی هدفش در حقیقت رو بودن یکی از افرادی بوده که همکاران سابق در حقیقت وزارت اطلاعات بوده که مدتی در ترکیه به سر میبره، طبعا اطلاعات زیادی داره، اون رو میخواستن بدزدند و با مثل باقی کسایی که به ایران بردن همون سرنوشت زندگیات روح الله زم و اینها رو براش رقم بزنن. این یک برنامه بوده، این یک بان بوده که رو رفته و همه دستگیر شدن. و باند دوم که در از یک هفته اتفاق افتاده، باند دوم باندی بوده که اون تاجر اسرائیلی رو قرار بوده ترور بکنه. یعنی برای بعضی ممکنه این سوی تفاهم ایجاد کنه، فکر کنه این همونه. نه، این دوتا باند جداگونه هست. ظاهرا نشوننده اینه که یک مقدار ترکیه چون تردید نداشته باشه، اینو تردید نداشته باشه، میاد که از تمام این ماجراهایی که اونجا اتفاق میفته، اعمال تروریستی که حکومت انجام میده، از آدم ربایی های گرفته تا ترور در مخالفین گرفته، به طور کامل سازمان اطلاعاتی ترکیه بسیار سازمان اطلاعاتی قویه، مسابقه بسیار زیاد و از تمام این جریانات اطلاع داشته و اطلاع داشتن و الان در حقیقت سیاست دیگه در پیش گرفتن، احتمالاً مثلا برای انجام معاملات پشت پرده است یا هر چیزی، فشارهای مثلا بازی کردن با بعضی برگ هاست دیگه توی مراودات اقتصادی و امنیتی در حقیقت. وگرنه در مهارت در قدرت سازمان های اطلاعاتی ترکیه مطلقا نباید تردیدی کرد، به خاطر اینکه تاکید میکنم بسیار باسابقه و کارکشته است.
نکته بعدی در رابطه با لازم میدونم ارشاد کنم، چون مسئله کوچیکی نبوده در رابطه با کشتن دختر معصوم به اون وضع فجیع، فراموش نکنیم که قوه قضاییه ما پیش از انقلاب از میان سه قوه سالمترین قوه ما بوده، با مبانی درست پایه‌گذاری شده بود، بسیار بسیار قضات و وکلای شرافتمند و وظیفه شناس و قانونمندی در اون فعالیت میکردن و خصوصا یکی از ویژگی هاش این بود که دست و پای این خرافاتیون و این جماعت اسلامیون و مذهبی ها و سنتی ها رو که تا پیش از تشکیل قوه قضاییه در حقیقت اینجور مباحث رو اونها در اصل به عهده داشتن، دست و پای اونها رو بسته بود و اونها رو نقشی درش نداشتن. به خاطر همین اولین کاری که انجام میگیره بعد از بهمن 57 شخص بهشتی در رأس دیوان عالی کشور قرار میگیره، در رأس دیوان عالی قضایی قرار میگیره و اولین کاری که میکنه میره سراغ حوزه مدرسه حقانی و به خود حوزه طلبه های جوان امثال رئیسی و اینها رو به کار میگیره، به عنوان دادیار رو اینها استخدام میکنه، برای که میخواستن این قوه رو نمیتونستن برن یک جا بخورنش، برعکس خیلی ادارات دیگه میتونستن برن در رأسش بشینن و به قول من بپوسوننش و تخریبش کنن. این انقدر قوانین پیچیده ای داشته، اصلا قانون بوده دیگه، خود اصل قانون قوه قضایی باید از راه دیگه وارد میشدن. برای همین دادگاه های انقلاب تا امروز هم ادامه داره دیگه، برای اینکه اون جایی که اون نتونه از اون ابزار استفاده کنه، از ابزار قوه قضاییه استفاده کنه برای سرکوب، دادگاه انقلاب همچنان برقرار باشه. اون چیزی که مسلمه قوانین ما تونسته بودن این رسوبات و لجن فرهنگ سنتی و فرهنگ قبیله‌ای و اینها رو تا مقدار بسیار زیادی به زیر بکشونن. اینها درون جامعه وجود داشته همواره تو نقاط مختلف ایران، درون فرهنگ ما، تفکر سنتی، غیرت، ناموس، اینجور چیزا قبل نمیدونم کنیم، ولی حداقل این پروسه شروع شده بود که اینها به زیر کشیده بشه، رفته رفته از بین نرفته بوده متاسفانه، اما تهنشین شده بود مقدار زیاد. ظهور حکومت اسلامی و دسترازی اینها به دستگاه قضا، دسترازی طبیعیشون در حقیقت دستگاه قضا، باعث شد که این رسوبات همگی نقش و نما پیدا کنه، بزنه بیرون و به فرمان مستقیم خمینی آقای بهشتی میشنه اون لایحه فاجعه بار قصاص رو مینویسه که نتیجهش میشه این، یعنی قانونی که سراسر درش انتقام جوییه، یک قانون متحجر عقب افتاده که در اون نه تنها زنها بلکه کل آحاد جامعه سرکوب میشن، تمامی بنیادهای مدرن قضایی رو در درون قوه قضایی با این لایحه کثیف از بین میبره، با این لایحه واقعا میگم فاجعه با و نتیجهش میشه این. این که الان یه سری نشستن تقصیر مردمه، اون تقصیر اون قومه، تقصیر اون یکی، اینها همه سر جای خود، فراموش هرگز نباید بکنی. قانون کسانی که سردمدار جریان هستن، قوانین فرهنگ سازی میکنه، اون چیزی که فرهنگ سازی میکنه قانونه، چارچوب هاست که فرهنگ سازی میکنه، یعنی اینکه ما اول فرهنگمون رو درست کنیم بعد قانون خودش درست میشه، اصلا یه محملی بیش نیست، چارچوب هاست که قوانین رو، که فرهنگ رو میسازه در درجه اول. لزوم در حقیقت وجود چارچوب ها به تنهایی فرهنگ رو تغییر نمیده، اما زمینه اصلیه، ساختار رو ایجاد میکنه و بر اساس اون ساختار شما میتونید بتونید با قانون با مسائل رو برو بشی، خود به خود رفتارها تغییر میکنه وقتی جنبه قانونی داشته باشه. منتهای مراتب در دوران مدرن امروزی ما نیاز به قوانین مدرن داریم. بله، با قوانین عقب افتاده به سیستم جمهوری اسلامی قوانین عقب افتاده برقرار میکنیم، اما خیلی هاش به شکست میشه، مثلا قانون حجابشون و خیلی چیزای دیگه‌شون به شکست میکشه، برای اینکه متناسب شرایط امروزی جامعه ما و جهان نیست، چیزای عقب افتاده است. در نتیجه یه ملغمه میسازه، هشرفت و عجیب غریب، که همون چیزی که ما الان داریم میبینیم.
جامعه راهی میره واسه خودش، کار خودش رو میکنه و اینها به زور میخوان یه چیزی رو با ابزار قانونی، با سرکوب، با اسلحه، با هر وسیله‌ای که میخوان اون تفکرات عقب افتاده رو جایگزینش بکنن. چاره ای نمونه، باز دوباره برمیگردیم به همون ماجرا. مادامی که این جماعت سر کارن، این وضعیت برای ما همچنان و همچنان برقرار خواهد بود و بدتر خواهد شد. این ماجرا، فقط یه نکته بگم و ببندم، ماجرای قتل این دختر معصوم این فقط یک مورد بود که البته خب چون طرف به اون وضعیت این صدای مظلوم رو تو شهر گردونده بود و فیلم برداری شده بود، اینها اینا علنی شد، ولی توی دو سال گذشته این یک مورد از 30 مورد فقط تو استان خوزستان بوده. یعنی ابعاد فاجعه خیلی وسیع‌تر از اینه. زنها و دخترای سرزمین ما با مظلومیت هرچه تمام‌تر زیر پوشش این قوانین و این جور حمایت‌ها که دستگاه حکومتی از این جنایت داره، از این رفتار جنایت باز داره، باعث میشه که روز به روز ما عزیزان بیشتری رو از دست بدیم و مظلومیت رو کنیم. سپاسگزارم.